بسم الله الرحمن الرحیم. پوانتون جامعی پوانزه اقتصاد مدیریت به مضمون ریاضی دو با ما اتاق آنام حسن ایدری به سمسر دوم پوانزه اقتصاد مدیریت بسیار بسیار خوش آمدین. بحثش ما شما بازم به روی قضیه تایلور ادامه داره. باز برای سوالی که بر ما شما داده شده تانجانت معکوس ایکس هست، این تانجانت معکوس ایکس که هست ما شما باید چیکار کنیم؟ باید که این قضیه تایلور رو به تطبیق کنیم. باز برای از ببینین x منفی 1، x منفی 1 که مساوی صفر قرار بدین یعنی x مساوی 1 میشه، یعنی a ما مساوی به چند قیمت و a ما مساوی 1 که باز من از تا به مرحله چند ما شما پیش ببریم، تا مرحله 4 ما شما باید چیکار کنیم؟ باید که پیش ببریم. خب از اینجا نوشته میگیم که چی y میگیم که مساوی میشه به fx، باز بعد از مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به تانجانت معکوس ای را نوشته میکنیم که x. ببینید همین قیمتی که داره x مساوی 1 که از اینجا من نوشته میکنم که f1 که من به دست میارم، f1 یا f r که من مثلا به دست بیارم، یکی هست این f a دیگه، مثلا این f1 یعنی f a. میگن که مثلا میشه به تانجانت معکوس چند؟ تانجانت معکوس 1. تانجانت معکوس 1 که ما شما بگیریم یعنی کدام زاویه که تانجانت معکوس 1 باشه، یعنی arc tangent باید بگیریم. این میگن که مثلا میشه به 45 درجه یا پای بر چند مینویسیم؟ پای بر 4 مینویسیم. به استپ بعدی یا در مرحله بعدی که هست مشتق میگیریم، نوشته میگنیم که f زبر x مساوی میشه به مشتق تانجانت معکوسی که بگیریم، نوشته میگنیم که یک بر یک جمع x مربع باز بر روی که گرفتیم میگیم که مساوی میشه به بیواز x. خب قیمت چکار میکنیم؟ وضع میکنیم به استپ بعدی. قیمت رو وضع کردیم یعنی همین x که ما شما چند داره قیمت داره؟ یک داریم. نوشته میکنیم که f زبر چند؟ f زبر یک. میگیم که مساوی میشه به یک بر این هم نوشته میگن که یک مثبت یک مربع. وقتی که این به این شکل نوشته کردیم میگیم که این مساوی میشه به، ببینید یک مربع میشه به یک، یک جمع یک خود یک، یک ضرب یک جمع یک خود حاصل از این میشه مساوی میشه به یک بر چند؟ یک بر دو میشه. از این یعنی f زبر f زبر یک قیمت چند شده؟ یک بر دو شد. میایم باز به f دو زبر محاسبه میکنیم. f دو زبر چی به دست میاریم؟ f دو زبر x به دست میاریم. قبل از اینکه ما f2 زبر رو مثلا به دست بیاریم همینجا این طرف این واسطه این میکنیم، طرف این واسطه این که بکنیم، ببینیم نوشته میکنیم که یک مثبت x مربع ضرب چی میشه؟ ضرب f زبر. چی f زبر بگیم؟ چی y زبر بگیم؟ نوشته میکنیم که ضرب y زبر برابر با چند؟ برابر با یک. اینو برای از اینکه ما شما مشتق دوم از این ما حساب کنیم، برای محاسبه مشتق دوم ما شما چیکار میکنیم؟ خب ما شما از اینجا از این یک مشتق بگیریم، چون کمی یک مثبت x مربع به y بالات ضرب به با y زبر بالات ضرب ما شما چیکار میکنیم؟ از مشتق حاصل ضرب میگیریم. این که هست u y زبر هم که هست چی v، از یک هم مشتق میگیریم، یعنی از اطراف جراز رو از هر کدوم مشتق میگیریم. ببینیم یک جمع چی؟ یک جمع x مربع خود از این هست، یک جمع x مربع خودی باشه مشتق y زبر که بگیریم y دو زبر میشه. باز باز نوشته میکنیم علامه جمع بین اینا مشتق یک مثبت x مربع که بگیریم نوشته میگه 2x. این هم نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که 2x y زبر، 2x y زبر که نوشته کردیم نوشته میکنیم که 2x y زبر برابر با چی؟ برابر با صفر. بعد از بیمه از x ها خواهر جاگه x زیدی موسما چند وضع میکنیم؟ یک وضع میکنیم. یک وضع کنیم همین y دو زبر محاسبه میشه، نوشته میکنیم که یک مثبت یک مربع بس دوباره یک میشه. ضرب نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم ضرب y دو زبر مثبت دو ضرب بیمه از x نوشته میکنیم که یک ضرب به ایواز وای زبر، به ایواز وای زبر یعنی اون اف زبر قیمت چند داریم؟ داریم که یکی بر دو داریم. خب وقتی که یکی بر دو داشته باشین میگین که مثلا میشه به چی؟ مثلا میشه به صفر. از اینجا ببینین این دو که هست نوشته میگن که این دو باز به این دو نخره چیکار میشه؟ خلاص میشه. وقتی اینو ما خلاص میشه یک رم ضرب کنیم یک میشه، این یک جمع یکم چند میشه؟ دو میشه. وقتی که دو شد از اینجا نوشته میگن که دو وای دو زبر باز باز میگن که مثلا میشه به چند؟ مثلا میشه به منفی یک. اطراف تقسیم دو که بکنین y دو زبر ما و شما، y دو زبر ما و شما مثلا میشه به چی؟ مثلا میشه به منفی یک بر چند؟ یک بر دو. خب از این y دو زبر قیمت چند پیدا شد؟ اگه منفی یک بر دو پیدا شد محاسبه شد. به استپ بعدی یا در مرحله بعدی که هست ما و شما چیکار میکنیم؟ ما و شما دوباره از این رابطه، از این رابطه که مثلا y دو زبر پیدا کردیم، از این رابطه یعنی اخیر مشتق گرفته شده، از دوباره چیکار میکنیم؟ مشتق میگیریم. از اینکه مشتق بگیریم برای ما چی به دست میاد؟ y سه زبر به دست میاد. y سه زبر که به دست بیاد از اینجا نوشته میکنیم که یک جمع x مربع خود از این است، یک جمع x مربع خود از این باشه y دو زبر که مشتق بگیریم y سه زبر میشه. نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که y سه زبر. وقتی که y سه زبر نوشته کردیم جمع باز به اینجا مشتق حاصل ضرب، نوشته میکنیم که 2x y دو زبر.
یعنی یک جمع اکس منابر که ماشتن رو بگیریم چی میشه؟ دو اکس میشه. وای دو زبر رو میشکار میکنم خودم نویسیم بلد دو جمعه. از اینجا به این حد بعدی که هست به حد بعدی به این حد که هست دو اکس خود می نویسیم وای زبر که مشتاق بگیریم چی میشه؟ وای دو زبر میشه. باز نوشته میکنیم که جمع دو اکس که مشتاق بگیریم چی میشه؟ دو میشه. دو ضرب وای زبر نوشته میکنیم که دو وای زبر میگیم که برابر با چی؟ برابر با صفر. قیمت رو وزن میکنیم به جای قیمت چی رو به جای وزن میکنیم؟ همی قیمتی که قیمتایی که مثلا به بالا به دست آوردیم به پایین وزن میکنیم. برازو این قسمت اول یک جمع اکس مربع قیمت دو میشه. نوشته میگه دو وای سه زبر، دو وای سه زبر که ما شما نوشته کردیم. باز برازو می نویسیم که دو اکس، اکس ما قیمت یک که دو ضرب یک دو میشه. این هم نوشته میگنیم که دو تا وای دو زبر، وای دو زبر ما شما قیمت چند داره؟ منفی یک بر دو داریم که آنو می نویسیم فورا. باز برازو این قسمت دیگر اینجا هم داریم که دو اکس وای دو زبر پس یعنی دو دو حاصل چند میشه؟ حاصل چهار میشه. به وزن دو چند می نویسیم؟ چهار می نویسیم. وقتی که 4 نوشتم باز به استپ بعدی یا در مرحله بعدی که هست می نویسیم چی نوشته میگیم که مثبت. اینجا نوشته میگیم که چی نوشته میگیم که دو وای زبر قیمت چند داریم؟ وای زبر یعنی اف زبر قیمت داریم که یکی بر دو نوشته میگیم که دو ضرب یکی بر دو. وقتی دو ضرب یکی بر دو نوشته کردم میگیم که مساوی میشه با چی؟ مساوی میشه با صفر. خب این دو به این دو به دو چیکار میشه؟ خلاص میشه. این دو به دو خلاص شد. 4 هم تقسیم دو که بشه حاصل چند میشه؟ 4 به تقسیم دو بشه حاصل میشه به منفی دو. یک مرحله دیگه هم ساده سازی میکنیم. نوشته میگیم که دو وای سه زبر، دو وای سه زبر که ما شما نوشتیم. باز بر از اون این هم نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که منفی دو باز بر از اون مثبت چند؟ مثبت یک برابر با چی؟ برابر با صفر. بعد از اون این که میگیم برابر با صفر شد از اینجا حاصل از این دو منفی دو مثبت یک حاصل میشه و منفی یک، یک رو طرف تری کنیم مثبت میشه. خلاصه از اینجا نوشته میکنیم که وای سه زبر ما و شما هم حاصل مساوی چند میشه؟ وای سه زبر ما و شما هم مساوی میشه به یکی بر دو. نوشته میکنیم میگیم که مساوی میشه به یکی بر دو. اینم که ما و شما یکی بر دو وای سه زبر رو که مساوی یکی بر دو نوشته کردیم. بعد از او خب باز ببینیم از این قسمت اول که هسته ای که تو زبر و تاقه چی شده؟ یکی بر دو شده. ای که زبر و جفته حاصل چی شده؟ منفی یکی بر دو شده. ما نتیجه میگیریم که وای 4 من اگه ما مثلا به دست بیاریم حاصل از چی میشه؟ حاصل از منفی یکی بر دو میشه. خاطر اینکه ما شما به سوال قبلی که هست فرمول داشتیم ما برای از اینکه وقت هدر ندیم ما فرمول از اینجا چیکار میکنیم؟ مستقیما فرمول می نویسیم. فرمول که ما مستقیما نوشتیم ما بعد به اینجا چیکار میکنیم؟ قیمت گذاری میکنیم. قیمت گذاری که بکنیم از اینجا ببینیم این فرمول ما شما نه فرمول ما بس می نویسیم که تانجانت معکوس می نویسیم. نوشته می کنیم که تانجانت معکوس x. خب اینکه تانجانت معکوس x نوشته کردیم بگیم که مثلا می شود اینجا داریم که f a f a قیمت ما شما 45 درجه یا پای بر 4 پیدا کردیم. ان بین قسمت ما شما نوشته بدیم که f a قیمت چند پای بر 4 برای زود به اونجا ما شما همین پای بر 4 که مثلا داریم همه چیکار می کنیم؟ قیمت گذاری می کنیم. با اونجا قیمت رو مستقیم چیکار میکنیم؟ مینویسیم. وقتی قیمت رو نوشته کردیم با سعی میکنیم که چند میشه. اینجا به این وضع اف ای قیمت چند نوشته میکنیم؟ نوشته میکنیم که پای بر 4. داریم که x x خود از یه هست منفی ای ما قیمت رو هست یک باز برای دو ضربه اف زبر ای قیمت رو چند پیدا کردیم؟ ما شما اف زبر x قیمت رو یکی بر دو پیدا کردیم. می‌نویسیم. اینجا نوشته می‌کنیم که چی؟ نوشته می‌کنیم که ضرب یکی بر دو. خب وقتی که ضرب یکی بر دو نوشته کردیم باز برات بیاریم نوشته می‌کنیم که چی؟ نوشته می‌کنیم به استپ بعدی یا در مرحله بعدی می‌گیم که خب برای دو ایر که یکی بر دو نوشته کردیم اینجا نوشته می‌کنیم که چی؟ نوشته می‌کنیم که مثبت. ایرم می‌نویسیم که x منفی یک کل منابع باز برای دو ضرب اف دو زبر داریم. اف دو زبر ما شما قیمت رو چند؟ اف دو زبر ما شما قیمت رو منفی یکی بر دو نوشته میگنیم که منفی یکی بر دو. باز برای دو یکی بعدی رو نوشته میگنیم که مثبت اکس منفی چند؟ اکس منفی یک کل با توان سه تقسیم ای رو نوشته میگنیم که چی؟ البته اینجا گنسه تقسیم دو فاکتوریال هم ما شما ایر داریم دیگه نه دیگه نوشته میگنیم که بر دو فاکتوریال. وقتی که بر دو فاکتوریال نوشته کنیم باز برای دو ایران نوشته میکنیم که x منفی 3 کل منابع بر ایران می نوشتیم که 3 فاکتوریال ضرب چی باید نوشته کنیم؟ ضرب ایران نوشته میکنیم که 1 بر 2. باز برای دو ایر که ضرب 1 بر 2 نوشته کنیم یکی بعدی ایران نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم؟ که ای ما نتیجه که گرفته بودیم که اونایی که توانای نا تا مشتقای نا تاقه چی میشه؟ 1 بر 2 میشه. اونایی که جفته چی میشه؟ منفی میشه. نوشته میکنیم که منفی. و
وقتی یا منفی بنویسین یا با اگه اینجا مثبت نوشته کنین، باز باز به قسمت بعدی منفی نوشته کنین. این نوشته نگنین که x منفی 1 کل به توان چند؟ کل به توان 4 بر. باز باز این نوشته نگنین که 4 فاکتوریال، وقتی که هم 4 فاکتوریال نوشته کنین، ضرب منفی 1 بر 2 هم چیکار میکنن؟ ضرب منفی 1 بر 2 هم منویسین. این ساده سازی میکنیم. وقتی که ساده سازی کنیم نوشته میکنیم که تانجانت انورس چی؟ تانجانت انورس x یعنی تابع هست، میگیم که مثلا میشه بر این پای بر 4 خود از این هستا. وقتی که پای بر 4 اینا یعنی ببینیم به قسمت که هستی یک ساده سازی ساده لازم داره. ساده سازی ساده که هستا به قسمت اول پای بر 4 چیکار میکنیم؟ خودم نوشتم پای بر 4 رو نوشته کنیم. نوشته میکنیم که پای بر 4 باز بر از نوشته میگنیم که مثبت، یکی دیگه نوشته میگنیم که x منفی 1 کل به توان 1 یا x منفی 1 بر چند؟ بر 2 دیگه، چرا که ضرب 2 بکنیم بر 2 میشه. باز یکی بعدی حد بعدی 2 فاکتوریال یعنی 2، 2 ضرب 2 چند میشه؟ 4 میشه. مخرج از 4 میشه، نوشته میگنیم که منفی، این هم نوشته میگنیم که x منفی 1 کل مربع بر، این هم نوشته میگنیم چند؟ نوشته میگنیم بر 4. باز بعد از این که به این شکل نوشته که مثبت این 3 فاکتوریال قیمت چند میشه؟ 3 فاکتوریال میشه به 6، 6 ضرب 2 نوشته میگنیم که 12، یعنی سرعت چند میشه؟ سرعت میشه به x منفی 1 باز باز نوشته میگنیم که کل به توان 3 یه بار، این نوشته میگنیم که 12. یکی بعدی نوشته میگنیم که چی؟ نوشته میگنیم منفی 4 فاکتوریال یعنی 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4، 4 از یک اینو که ضرب کنیم 24 میشه، 24 ضرب 2 چند میشه؟ 48 میشه. می‌نویسیم که x منفی چند؟ x منفی 1 و کل به توان چند؟ کل به توان 4 بر، این هم نوشته میگنیم که چی؟ نوشته میگنیم که بر 48. خب وقتی که به این شکل ما 48 نوشته کردیم به استپ بعدی یا در مرحله بعدی که هسته ما و شما چکار میکنیم؟ میگیم که این سوال ما و شما به این قسمت چکار میشه؟ خاتمه پیدا میکنه دیگه. میایم به سوال بعدی، میایم سوال میگنیم که سوال بعدی چی رقم سواله؟ سوال بعدی که هست ببینیم داریم که لان کوساین اکس، لان کوساین اکس باز باز اکس یا ایر هم قیمت داریم چند؟ داریم که پای بر 3. از اینجا ببینیم متن انگلیسی از اینکه هست obtain the Taylor series expansion of lan of cos x about the point x equals pi by 3 up to the 4th degree terms. به فارسی از اینکه هست ببینیم یعنی obtain Taylor series expansion یعنی انکشاف تایلر سریس چی کنیم در نظر بگیریم یا مثلا نشان بدن برای تابع لان چی؟ لان کوساین اکس در حدود یا در نقطه اکس مساوی به چی؟ اکس مساوی به پای بر 3 تا درجه چندم برس بیاریم؟ تا درجه چهارم برس بیاریم. باز برس اول ما شما نوشته میکنیم که وای مساوی میشه به اف اکس، همیشه وقتی وای نوشته کنیم چی اف اکس نوشته کنیم؟ میگیم که مساوی میشه به لان ای رو نوشته میکنیم که کوساین اکس. باز بر از اینجا ایرم قیمت ایر ایرم قیمت رو داریم چند؟ ایرم قیمت رو داریم که پای بر 3، ایرم که ما پای بر 3 نوشته کنیم، نوشته میکنیم که پای بر 3 بر از به استپ بعدی. از اینجا من نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم که اف ایر به دست میارم، اف ای میگم که مساوی میشه به ایرم بنویسم که اف پای بر 3 میگم که مساوی میشه به این بنویسم که لان کوساین چی؟ لان کوساین پای بر چند؟ پای بر 3 می‌نویسم. وقتی که نوشته کنم یا کوساین چند درجه؟ کوساین 60 درجه. کوساین 60 درجه چند میشه؟ 1 بر 2. یعنی کوساین پای بر 3 چند میشه؟ 1 بر 2. من می‌نویسم که لان چی؟ لان 1 بر 2 می‌نویسم. خب لان 1 بر 2 که بنویسم میگم که مساوی میشه به منفی لان چی میشه؟ منفی لان 2 میشه. یعنی ای خاصیت لان یا خاصیت لوگاریتم وقتی که منفی لان 2 شد از اینجا اف ای قیمتش چقدر شد؟ اف ای قیمتش به دست اومد. من اولین مشتق نوشته میکنم که f زبر x به دست میارم، f زبر x که من به دست بیارم یعنی مشتق از بگیرم، مشتق لان کوساین که بگیریم نوشته میکنم که منفی ساین x بر، ایران نوشته میکنم که کوساین x حاصل از این مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به منفی، ایران نوشته میکنم که تانجانت x. وقتی که رقم مساوی به منفی تانجانت x شد باز نوشته میکنم که f زبر پای بر 3 به دست میارم، میگم که مساوی میشه به منفی، ایران منوسم که تانجانت پای بر 3. وقتی که تانجانت پای بر 3 نوشته کردیم میگیم که مساوی میشه به تانجانت چند درجه داریم؟ تانجانت 60 درجه داریم. تانجانت 60 درجه میگیم قیمت مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به منفی جبر 3، چون که علامه پیشی روی چیه؟ منفیه. برازیم ای اف زبر چی کنید؟ اف زبر به دست آمد.
میایم به اف دو ضرب رو به دست میاریم. اف دو ضرب رو که به دست بیاریم، اف دو ضرب x میگیم که مساوی شه. یعنی مشترک چی بگیریم؟ مشترک تانجانت رو بگیریم، منفی خود رو مشترک تانجانت رو بگیریم، حاصل چی میشه؟ حاصل میشه به سکنت مربع x میشه. وقتی که سکنت مربع x شد، باز برات نوشته میکنیم که اف دو ضرب چی؟ اف دو ضرب پای بر 3. اف دو ضرب پای بر 3 که من به دست بیارم، نوشته میکنیم که اف دو ضرب پای بر 3 مثلا میشه منفی، اینو نوشته میکنیم که سکنت مربع پای بر 3 مساوی میشه به سکنت چند درجه ما میگیریم؟ سکنت 60 درجه میگیریم. سکنت 60 درجه که از سکنت چند میشه؟ مثلا میشه به 2. وقتی که 2 بشه 2 مربع 4، علامه پیشی بیان منفیه، حاصل چی میشه؟ حاصل منفی 4 میشه. بعد از اون میایم اف سه ضرب به دست میارم. اف سه ضرب چی؟ اف سه ضرب x میگم که مساوی میشه به مشتق منفی سکنت مربع که بگیریم، نشته میگیریم منفی 2 سکنت مربع x ضرب را نشته میکنه که تانجانت x. بعد از اون قیمت به جای چی کار میکنم؟ وضع میکنم. قیمت که به جای وضع کردم نشته میکنم که اف سه ضرب پای بر چند باید بنویسم؟ پای بر 3 بنویسم. میگم که مساوی میشه به این منفی 2 خود از این سبب منفی 2 اصلا کاری ندارم. نشته میکنم که سکنت مربع چند؟ سکنت مربع پای بر 3 باز برای ضربی را نشته میکنم که تانجانت پای بر 3. برای دوک به این شکل نوشته کنم. خب برای دوک به قسمت بعدی نوشته میکنم که این مثلا این شبه منفی 2 خود نه سکنت مربع پای بر 3 یا سکنت مربع 60 درجه قیمت واسه چند؟ قیمت واسه 4. باز برای دوک تانجانت 60 درجه هم قیمت چند؟ به تانجانت 60 درجه هم قیمت واسه که جذر 3. این هم نوشته میکنیم که ضرب جذر 3. ای تا اینجا محاسبه اف 3 ضرب محاسبه میکنیم. برای محاسبه اف 3 ضرب که هسته این مشتق ما بگیرستیم، مشتق شد که منفی 2 سکنت مربع x ضرب چه؟ ضرب تانجانت x. باز برای دوک به استپ بعدی نوشته میکنیم که اف 3 ضرب خود اف 3 ضرب خود از باشه این چیکار چند نوشته میکنیم؟ پای بر 3 نوشته میکنیم. یعنی ما باید اف 3 ضرب چی به دست بیاریم؟ اف 3 ضرب پای بر 3 به دست بیاریم. اف 3 ضرب پای بر 3 که ما شما به دست بیاریم، میگیم که این برابر با اینجا نوشته میکنیم که منفی 2 خود اینه منفی 2 ضرب سکنت مربع پای بر چند نوشته کنم؟ سکنت مربع پای بر 3 نوشته کنم. باز بعد از ضرب بیدم میرسیم که تانجانت پای بر 3. بعد از اینا رو حساب میکنیم، سعی میکنیم قیمت ها از اینا مساوی به چند میشه. این منفی 2 خود از یه هست، نوشته میکنیم که منفی 2، منفی 2 خود از یه باشه سکنت مربع پای بر 3 قیمت رو داریم که چند میشه؟ میشه به 4. تانجانت پای بر 3 هم قیمت میشه به جذر 3، را نوشته میکنیم که ضرب جذر 3. جذر رو باز انتخاب میکنم. باز بعد از اینا که جذر 3 شد دیگه اینا ضرب میکنم. وقتی که ضرب کنم 2 ضرب 4 حاصل چند میشه؟ حاصل مثلا میشه و منفی 8. نوشته میکنه که منفی 8 ضرب جذر چند؟ ضرب جذر 3. نوشته میکنه که جذر 3. از اینجا اف 3 ضرب هم به دست اومد. اف 3 ضرب هم که به دست اومد، ما شما فرمول داریم به سوالات بیشتر فرمول که ما شما داشته باشیم. باز برای با استفاده از فرمول خود چیکار میکنیم؟ با استفاده از فرمول سوال کار میکنیم. نوشته میکنیم که برابر با میایم به یک قسمت به قسمت کامل این فرموله مینویسیم. فرموله که نوشتیم به عوض اف ایکس، به عوض اف ایکس نوشته میکنیم که لان کوساین چی؟ لان کوساین ایکس. بلازم میگیم که مثلا میشه به اینجا داریم که اف ای، اف ای که هسته اف ای رو ما شما قیمت رو محاسبه کردیم، حاصل و مساوی چی میشه؟ مثلا میشه به منفی لان 2 میشه. نوشته میگنیم که منفی لان 2. من اینجا ما شما منفی لعن دوی داریم، من نوشته میگنیم که منفی لعن دو. باز من از اون اینجا به قسمت بعدی نوشته میگنیم که خب اف زمر ای که هست علامه منفیه، منفی ازی به این مصمت که در بخوره حاصل منفی میشه. نوشته میکنم که x منفی پای بر چند؟ x منفی پای بر 3. باز بعد x منفی پای بر 3 که نوشتم، باز بعد از اون نوشته میکنم که چیم اینجا ما باید برنسیم که x منفی پای بر 3. خب نوشته میکنم که x منفی پای بر 3. وقتی که x منفی پای بر 3 که نوشته کنم، x منفی پای بر 3 خود نه، باز بر از f زبر ایر قیمت چند دارم من؟ f زبر ایر من قیمت دارم که منفی جذر 3. منفی رو بنوشتم، جذر 3 رو چیکار میکنم؟ جذر 3 رو ننوشتم. همینجوری نوشته میکنم که جذر 3. بعد از اون جذر 3 که من اینجا نوشتم، نوشته میکنم که
خب باز افریزه برم منفی، منفی ضرب از این مثبت حاصل منفی میشه. پس من نوشته میکنم که x منفی، باز بعد از پای بر 3، وقتی که x منفی پای بر 3 کل مربع نوشته میکنم، بر ایران نوشته میکنم که 2 فاکتوریال. f دو زبر قیمت، f دو زبر ایر قیمت چند دارم من؟ f دو زبر ایر من قیمت دارم که منفی 4، منفی ایر برمشتم 4 رم چکار میکنم؟ 4 رم دیگه می نویسم، نوشته میکنم که ضرب چه؟ ضرب 4. باز بعد از اون باز هم f سه زبر منفیه، منفی در مثبت حاصل چی میشه؟ حاصل او منفی میشه. باز بعد از اون نوشته میکنیم که منفی، باز بعد از اون که نوشته کردیم اینجا نوشته میکنیم که x منفی پای بر 3، باز بعد از اون نوشته میکنیم که کل به توان چند بنویسم؟ کل به توان 3 بر این هم بنویسم که 3 فاکتوریال. خب 3 فاکتوریال که نوشته کردم، باز بعد از اون ضرب چند؟ ضرب 8. باز بعد ضرب جذر چند بنویسم؟ جذر 3 بنویسم، نوشته میکنم که جذر 3. دیگه میتونیم که یک حد دو حد دیگه هم بنویسیم، من تو به اندازه کافیه. بعد از اون چیکار میکنیم؟ ساده سازی میکنیم. ساده سازی که بکنیم بعضی از حدود که هسته، مثلا لان کوساین اکس خود از لان دو خود از این حد هم خود از هسته، منتها این دو حد آخر که هسته که من که ساده سازی میکنم. به اون خاطر که هسته من خود سوال چیکار میکنم؟ خود سوال می نویسم، خود سوال که نوشتم باز بعد از اون ببینیم ای اکس منفی 3 من نیاز دارم به اینجا که هسته 4 تقسیم 2 فاکتوریال یعنی میشه به 2. 2 به عمل نوشته میکنم، نوشته میکنم که 2، باز بعد از 2 که نوشته کنم باز ای اکس منفی 3 رو نوشته میکنم، نوشتم که کل به توان چند؟ کل به توان 2. وقتی که نوشته کنم ای 4 هم چکار میشه؟ ای 4 هم از بین میره. در از اینجا 3 فاکتوریال، 3 فاکتوریال یعنی چند میشه؟ یعنی مساوی میشه به 6. نوشته میکنیم مساوی میشه به 6. 8 که به 6 اختصار کنیم، یعنی اختصار کنیم حاصل چند میشه؟ 8 که به 6 اختصار کنیم، یعنی نوشته میکنیم که 2 4 4 دو به 8، 3 دو به 6. باز بر از اون من پس این یک ساله سازی اینجا میکنم، باز از یک ساله سازی که من کردم حاصل دیگه چکار میکنم؟ برای شما می نوشم او که هسته من چند بار قیمت دارم؟ من به صورت دارم که 8 جذر 3. نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم که 8 جذر بگو نمیشم، نوشته میکنم که 8 جذر 3. باز بعد از 8 جذر 3 که نوشته کنم تقسیم چند؟ تقسیم 6 میرسم. باز من از اون میگم که این مسئله میشه به 8 رو بیاختا کنیم حاصل چند میشه؟ از ایران نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم که بر 3. ببینین این یک گویاسازی اگه بکنیم 4 بر جذر 3 میشه، نوشته میکنیم میشه به 4 بر جذر 3. نوشته میکنیم 4 بر جذر 3، وقتی که ما 4 بر جذر 3 رو نوشته کنیم حاصل از این میگیم که برابر با خب، یعنی به عوض از این اعدادا کلا میتونم که 4 نوشته کنم که چی؟ نوشته کنم که 4 جذر 3. باز بعد از اون دیگه ای رم که هستم مخرج، مخرج دیگه پایین رو اصلا نمایم. باز بعد از اون من پس ایری که نوشته میکنم، نوشته میکنم که ای کل به توان چند بنویسم؟ نوشته میکنم که کل به توان 3. وقتی که کل به توان 3 نوشته کنم، همین 4 بر جذر 3 رو من پیش روی بالانس ضرب چی کار میکنم؟ منویسم. چرا که دیگه رو پیش روی نوشته کردم، اینو ایران من پیش روی چی کار میکنم؟ منویسم. این به شکل از اشکال که هست این سوال تابع قسمت چی کار میشه؟ تابع قسمت کامل میشه. انشالله که سوال رو هم یاد گرفته باشین. خب بعد از اون میایم به سوال بعدی. سوال بعدی که هست مادرشن کام ببینن اینجا که هسته برای ما شما گفته که مکلارینس، شما چیکار کنن قضیه مکلارینس پیش ببرین دیگه، یعنی احتمالاً که همین 3-4 سوال شما قضیه تایلور رو یاد گرفته باشین. باز بعد قضیه مکلارینس که هسته یک کمک از قضیه تایلور که هسته نه، بلکه بسیار زیاد آسان تره. مادرشن کام نوشته میگیم که اف ایکس برابر با چی؟ برابر با اف 0. باز بعد نوشته میگیم که مثبت، اینجا نوشته میکنیم که x بر 1 فاکتوریال. باز بعضی را نوشته میکنیم که f زبر 0. باز بعضی نوشته میکنیم که جمع x مربع بر چند؟ x مربع بر 2 فاکتوریال. x مربع بر 2 فاکتوریال که نوشته کنیم زبر f 2 زبر 0. باز بعضی به استپ بعدی نوشته میکنیم که مثبت x به توان 3، این نوشته میکنیم که x به توان 3 بر 3 فاکتوریال. x به توان 3 بر 0 فاکتوریال که نوشته کنیم، ایران نوشته میکنیم که f تریپل داش یا f زده بره چی؟ f زده بره 0. بعد از اون جمع این موضوع میگیم چی؟ میگیم که این موضوع چکاره؟ ادامه داره دیگه. خب وقتی که این موضوع ادامه داشته باشه، باز به استپ بعدی یا در مرحله بعدی
اولین کاری که من میکنم نوشته میکنم که اف اکس من مساوی میشه به ساین چیه؟ ساین معکوس اکس. باز بنازم از اینجا من اف چی به دست میارم؟ اف صفر به دست میارم. اف صفر میگم که مساوی میشه به ساین معکوس چی میشه؟ ساین معکوس صفر. ساین معکوس صفر گنسته مساوی چی میشه؟ مساوی صفر میشه. اولین زاویه که ساین چیه؟ ساین صفر صفر. باز بنازم من اف زبر چی به دست میارم؟ اف زبر x به دست میارم. اف زبر x به دست میارم میگم که مساوی میشه به 1 بر باز جذر دارم نوشته میکنم که جذر 1 منفی x مربع، جذر 1 منفی x مربع که من در نظر گرفتم باز برازو این به دست اومد. به استپ بعدی یا در مرحله بعدی نوشته میکنم که اف زبر چی به دست میارم؟ اف زبر 0 به دست میارم. اف زبر 0 یعنی به از این x 0 وزن میکنه. این که صفر وضع کنیم یک منفی صفر خود یک میشه، جذر یک بگیریم یک، یعنی حاصل از این مسایب چند میشه؟ حاصل از این مسایب یک میشه. وقتی که حاصل از این مسایب یک بشه به استپ بعدی یا مرحله بعدی چیکار میکنم؟ طرف اینو استند میکنم، نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم جذر یک منفی x مربع ضرب ایران مینویسیم که چی؟ ضرب ایران مینویسیم که f زبر x میگم که مساوی شده به چند؟ مساوی شده به از اطراف مشتق میگیرم. وقتی که از اطراف مشتق گرفتم این جذر خود از این هست، جذر خود از این باشه مشتق اف زبر میگیریم. مشتق اف زبر که بگیریم ما شما اف دو زبر اکس به دست میاریم. نشتیم این که اف دو زبر اکس باز برازه منفی، منفی به خاطر کمی علامه داخل جذر منفی، وقتی که مشتق داخلی رو بگیریم علامه منفی میشه. باز برازه اینجا نوشته میکنیم که اکس اف زبر چی؟ اف زبر اکس x f زبر x ما شما نوشته کردیم. باز بعد نوشته میکنیم که بر جذر چی؟ بر جذر یک منفی x مربع. این مشتق چیه؟ این نتیجه مشتق، این نتیجه مشتق همین جذریه که چی میشه؟ میشه به x بر جذر یک منفی x مربع. باز بعد که به این شکل شد میگیم که مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به صفر. به خاطر صفر میشه چون که مشتق یک میگیریم، مشتق یک حاصل چی میشه؟ حاصل صفر میشه. ان حال اگه ما به عوض x اخو چند وزن میکنم؟ به عوض x اخو صفر وزن میکنم. به عوض x اخو که صفر وزن کنم امی حد، چون که x عبارت ضرب است، صفر ضرب ضرب عدد و تقسیم عدد کلن چی میشه؟ کلن صفر میشه. وقتی که صفر شد باز برازو من چیکار میکنم؟ من اینجوری نوشته میکنم که ای هم خو حاصل یک میشه یک ضرب از، یعنی در نتیجه f دو ضرب چی؟ f دو ضرب صفر. میگن که مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به صفر. بعد از اینکه f دو ضرب صفر مساوی به صفر شد میایم به چی؟ میایم به f سه ضرب. میایم نوشته میکنیم که برای از اینکه ما شما f سه ضرب محاسبه کنیم، برای محاسبه f سه ضرب ما این رابطه چی داریم؟ این رابطه نیاز داریم. اما قبل از اینکه از این رابطه استفاده کنیم اطراف ضرب چند میکنیم؟ اطراف ضرب یک جذر یک منفی x مربع میکنیم. ببینید یک منفی x مربع جذر و ضرب از جذر که باشه این چی میشه؟ این میشه به یک منفی x مربع کل مربع داخل جذر، یعنی جذر از بین میره. این رو نشته میکنیم که f دو زبر x باز برازو منفی رو نشته میکنیم که x f زبر x باز برازو میگیم که مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به صفر. برازو که این که مساوی به صفر شد دوباره از اطراف چیکار میکنیم؟ مشتق میگیریم. مشتق که بگیریم ما و شما از اطراف یک منفی x مربع خوده نشته میکنیم که یک منفی x مربع باز برازو اینجا چی بدست میاد؟ این میاد که f سه ضرب x بدست میاد. f سه ضرب x که بدست آمد باز برازو منفی نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم منفی x مربع که مشتق بگیریم نوشته میکنیم که دو x ضرب f دو ضرب چی؟ f دو ضرب x باز برازو از اینجا نوشته میکنیم که منفی x که مشتق بگیریم امی حد که x داره x که مشتق بگیریم یک ضرب از این خود f زبر چی میشه؟ f زبر x میشه. باز بعد که f زبر x شد باز میگیم که جمع، یا چون که الان پیش رادی هست منفی نوشته میگیم که منفی x f دو زبر چی؟ f دو زبر x باز بعد میگیم که برابر با چی؟ برابر با صفر. وقتی که چون این چیزی شد از اینجا سعی کنم دو x f دو زبر x ای هم کنسته، ای هم میگیم که صفر میشه قیمت، چون که یک صفر بالات ضرب داره. این هم که انسی چی میشه؟ وقتی قیمت گذاری کنه محاصل صفر میشه چون صفر بالات ضرب داره. این هم که انسی یک منفی x مربع هم یک منفی x کل مربع هم یه محاصل چند میشه؟ حاصل یک میشه. چیزی که باقی میمونه بر ما و شما f سه زبر باقی میمونه. f سه زبر و f زبر. f زبر قیمت و مساوی چند بده؟ f زبر قیمت و مساوی یک بده. وقتی که یک بده پس از این نتیجه میشه که
اف سه زبر هم نوشته میکنیم که اف سه زبر صفر هم باز بر از اون میگیم که مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به صفر. خب وقتی که اف سه زبر x هم مساوی به صفر باشه باز بر از مساوی میشه به یک میگیم به چون که با اف زبر مساوی میگیم مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به یک. خب بعد از اینکه این مساوی به یک شد چیکار میکنیم؟ یک قیمت دیگه هم یک مشتق دیگه هم پیش میریم. از کدام قسمت پیش میریم؟ از قسمت که هست، چون که او گفته که تا x به توان 5 به دست بیارم. حالا من x به توان 5 نه، بیخی x به توان 4 چیکار میکنم؟ به دست میارم، میگم که بس می اندازه. خب برازو از اینجا ببینین ما و شما چیکار میکنیم. ما و شما یک منفی x مربع، یک منفی x مربع خود می نویسیم. خب یک منفی x مربع که نوشته کنیم، نوشته میگنیم که یک منفی، البته به این شکل. خب یک منفی x مربع بشه. خب نوشته میگنیم که یک منفی x مربع که مشتق بگیریم، حاصل از یک منفی x مربع خود نه، یک منفی x مربع که خود باشه باز بر از اون. ما شما چیکار میکنیم؟ f سه زبر که مشتق بگیریم، 4 تا زبر به چیکار میکنیم؟ به وجود میاریم. نوشته میگیم که f 4 زبر x باز بر از اون. f 4 زبر x که ما شما در نظر گرفتیم، منتها دیگه باز بر از اون یک نتیجه دیگه هم میگیریم. ما شما یک نتیجه دیگه که هست ببینیم، از اینجا F1 که هستم، F1 قیمت چند بوده؟ یک بوده. F2 قیمت چند شده؟ F2 قیمت 3 شده. F3 قیمت چند شده؟ یک شده. خب واضحه که F4 هم قیمت چی میشه؟ F4 هم قیمت 0 میشه. وقتی که F4 قیمت از 0 میشه، ما نیاز به این نداریم که مثلا چیکار کنیم. نوشته میگنیم چی؟ نوشته میگنیم که F4x باز بعد، البته اینجا نوشته میگن که f4 0 باز از میگه که مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به 0. خب اینکه مساوی به 0 باشه، ما شما فرمول کنه به این بالا نوشته کردیم، این فرمول می نویسیم، فورا به این فرمول تمام قیمت هایی که داریم چیکار میکنیم؟ جایگزین میکنیم. قیمت هایی که ما شما به این جایگزین کنیم، ببینیم نوشته میگن که این فرمول به این عوض fx چی نوشته میکنیم؟ نوشته میکنیم که ساین معکوس چی؟ ساین معکوس x میگن که مساوی میشه. داریم که f صفر، f صفر قیمت رو پیدا کنیم به بالا صفر جمعه f یک، f زبر صفر، f زبر صفر است یک، یک ضرب x چی میشه؟ x خود از این میشه باز بعد این f دو زبر ای چی میشه؟ ای صفر میشه، چون که مثلا ما شما صفر داشتیم، این قیمت رو صفر ضرب از این صفر باز بعد مصفر. از اینجا ای x به توان 3 قیمت چند؟ ای f سه زبر قیمت میشه به یک، یک ضرب از هم نوشته میگنیم که x به توان 3 بر، این هم نوشته میگنیم چند؟ بر 3 فاکتوریال. 3 فاکتوریال ما قیمت رو از چند نوشته میگنیم که 6 دگیر مستقیم تر نوشته میگنیم مثبت. یکی بعدی رو نوشته میگنیم که x به توان 5 بر چند فاکتوریال؟ من نوشته میگنم بر 5 فاکتوریال. مدازم نوشته میگنم بر 5 فاکتوریال. بعد از یگانه چیزی که مثلا همین اضافی همین صفر صفر کیرم چیکار میکنم؟ میرم پاک میکنم. وقتی کیرم پاک کردم به این شکل